سلام امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه موجگان هستم به کانال من خیلی خوش اومدین خب ببینید من این ژاکت یقه انگلیسی رو بافتم و تصمیم گرفتم که براش یه بند ببافم که در این ویدیو با هم دیگه این بند رو میبافیم اینجا از بافت دلایه استفاده کردم ببینید بافتم تو هست و پشت و روی بافت دقیقا شبیه به هم هست طول بندی که بافتم حدود دو متر شما میتونید بلندتر یا کوچکتر هم ببافید و همچنین میتونید پهنای بند هم کوچکتر از این یا بزرگتر از این هم ببافید بریم با همدیگه آموزش این مدل باف و همچنین بافت این بند رو شروع بکنیم امیدوارم که استفاده بکنید لذت ببرید به دو تا میل احتیاج داریم که من از میل 4 میلیمتر استفاده می کنم و از این نوع میل ها از میل سیمی هم میتونید استفاده بکنید. من از 4 میلیمتر استفاده کردم بزرگترم هم میتونستم هم استفاده کنم ولی خب میخوام بافت دولایه یک مقدار فشرده تر باشه. من میخوام 7 دانه سر بندازم به اندازه پهنایی که میخوام و میخوام به صورت ایتالیای سر بندازم و بافته دو رو انجام بدم خب به اندازه که میخوام نخ رو جدا کردم از اینجا یه دونه گره میزنم این نخ رو با این میل میگیرم سفت میکنم خب هر دو سمت نخ رو دستم میگیرم ببینید این نخی که داره از کلاف میاد رو روی انگشت اشاره قرار میدم و این نخ رو روی انگشت شست به این صورت دستم میگیرم و اولین دانه ای که میخوام سر بندازم دانه زیر هست از این نخ میگیرم این میل رو میبرم زیر این نخ این نخ رو کشم بالا بعدش این نخ رو میگیرم و زیر این رد میکنم ببینید شبیه به دانه زیر هست الان میخوام دانه رو رو سر بندازم و از این نخ میگیرم این نخ رو میگیرم می کشم بالا بعد میل رو میبرم این نخ رو میگیرم از زیر این رد میکنم ببینید این نخ روی این دانه میافته و شبیه به دانه روح هست و همین ترتیب رو انجام میدم تا هفتا دانه خب دوباره به این صورت دانه زیر و به این صورت دانه رو به این صورت دانه زیر خب من اینجا شیشتا دانه سر انداختم و دانه آخر رو دیگه به این صورت سر نمیندازم شبیه به دانه رو و کل بافتم رو میبندم و به صورت عادی سر میندازم یعنی این قسمت نخ رو میگیرم اینم میگیرم از داخل این رد میکنم هفت دانه سر انداختم از اینجا کارو برمیگردونم رجه پشت کار دانه اول نخ رو پشت کار انداختم و به زیر بافته میشه. دانه بعدی دانه رو هست. نخ رو روی کار قرار میدم و این دانه به این صورت از میل خارج میشه. خب دانه بعدی دانه زیر هست ببینید این قسمت دانه رو میگیرم. میلم میره داخل دانه که دانه حالت پیچ خورده پیدا نکنه و به زیر میبافم. خب دانه بعدی دانه روح است. نخ روی کار خارج میکنم. دانه زیر به این صورت. این دانه هم دانه روح است. نخ روی کار خارج میکنم و دانه آخر هم به زیر بافته میشه. دانه اول رو به زیر بافتم. دانه آخر هم به زیر بافته شد. تعداد دانه هایی که اینجا سر میندازید حتما باید فرد باشه تا این سمت و اون سمت بافت دقیقا شبیه به هم بشن. از اینجا کار رو برمیگردونم این رج. نخ رو روی کار قرار میدم دانه آخر در رج قبلی به زیر بافته شد. در این رج نخ رو روی کار قرار میدم به این صورت از میل خارج میکنم. دانه بعدی دانه زیر هست. و به این صورت به زیر بافته میشه. دانه بعدی دانه روح هست نخ روی کار خارج میکنم. ببینید دانه های زیر رو به این صورت میبافم و دانه حالت پیچخورده خورده پیدا نمیکنه. دانه بعدی دانه روح هست نخ روی کار خارج میکنم. این دانه به زیر هست به زیر. این دانه هم نخ روی کار از میر خارج میکنم. درجه قبلی به زیر بافته شده. خب کارو برمیگردونم رجه بعدی دقیقا مثل رجه اول که انجام دادم دانه اول به زیر بافته میشه دانه بعدی دانه روح هست نخروی روی کار از میل خارج میکنم این دانه زیر هست به زیر دانه رو نخروی روی کار خارج میکنم به زیر نخروی روی کار خارج میکنم دانه آخر هم به زیر بافته میشه رجه بعدی مثل رجه دوم نخ روی کار از میل خارج میکنم دانه اول رو این دانه به زیر هست به زیر. دانه رو نخ روی کار خارج می کنم. به همین ترتیب می بافم. دانه آخر نخ روی کار خارج می کنم. خب دوباره کار بر می دقیقا مثل رج اول و سوم انجام میدم دم. رج های زوج مثل رج دوم و چهارم. به همین ترتیب انجام میدم تا به اون اندازه که می برسم. بافت دولایه رو به همون ترتیب انجام دادم طول بندی که بافتم حدوداً دو متر هست رج آخری که بافتم این رج هست که این دانه به زیر بافته شده دانه آخر نخ رو روی کار قرار دادم و از میل خارج کردم خب نخ رو قیچی کردم وارد سوزن کردم و از این رج دانه ها رو کور می کنم با استفاده از سوزن ببینید دانه اول در این رج اگه می خواستم به بافم به زیر بافته می شد پس سوزن رو از راست به چپ از داخل این دانه رد می کنم دانه بعدی دانه روح است در این رج سوزن رو از چپ به راست وارد این دانه می کنم نخم رو سفت می کنم خب این دانه اول هست یک بار سوزن رو از توش رد کردم این سری سوزن رو از چپ به راست وارد می کنم و دانه رو می کشم بیرون دانه که بعدی که می خوام بگیرم این دانه زیر هست سوزن رو از راست به چپ وارد این دانه می کنم این دانه رو هست که یک بار سوزن رو از توش رد کردم از راست به چپ وارد این دانه می کنم میکشم بیرون خب دانه بعدی که می خوام بگیرم این دانه رو هست این دانه زیر رو از میر خارج می کنم بعدن دوباره می گیرم و این دانه رو رو می خوام بگیرم سوزن رو از چپ به راست وارد این دانه می کنم نخم رو می کشم بیرون کامل نمیکشم کشم یه مقدار گشادش می کنم تا این دانه زیر رو پیدا کنم این دانه رو به این صورت میگیرم نخ اینجا رو سفت میکنم و دانه زیر بعدی رو میخوام بگیرم سوزن از راست به چپ وارد این دانه میشه نخم رو سفت میکنم خب این دانه رو دوباره از راست به چپ میگیرم مثل سری قبلی این دانه زیر رو خارج میکنم این دانه رو هست سوزن از چپ به راست وارد این دانه میشه خب اینجا رو گشاد میکنم این دانه زیر رو میگیرم و بعدش این دانه زیر سوزن از راست به چپ وارد میشه این نخ رو صفت میکنم خب این دانه رو هست، سوزن از راست به چپ وارد میشه خارج میکنم دانه آخرم از چپ به راست با استفاده از سوزن یک مقدار این نخ رو وارد بافتم میکنم وارد اینجا میکنم نخم رو یک مقدار دیگه وارد اینجا میکنم و اضافه نخ رو قیچی میکنم این نخ ابتدای کار هم همینطور دقیقا مثل همینجا وارد سوزن میکنم و از اینجا یک مقدار وارد بافتم میکنم نخای هر دو سمت بافت رو وارد کارم کردم ببینید این انتهای بافت چقدر مرتبه این سمت هم همینطور بافت حالت دولایه داره و این سمت و اون سمت دقیقا شبیه به هم هست خب اینم از آموزش کامل این مدل بافت و همچنین بافت این مدل بند امیدوارم که استفاده بکنید ممنونم از اینکه مرو تماشا میکنید اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید به هم انگیزه میده ویدیوی بیشتری با شما به اشتراک بذارم از بافتنی لذت ببریم و تا ویدیو بعدی خدافز